مواد مخدر عبارت از مواد هستند مواد کیمیایی در کل که سبب ایجاد تغییرات مختلف در مغز انسان میشه و به مرور زمان هم سبب ایجاد خوشی کاذب در نزد افراد شده که اعتیاد را وجود میاره در این قسمت برنامه در مورد اعتیاد به مواد مخدر می صحبت بکنیم ای که اعتیاد چه هست چه زمانی یک فرد به مواد مخدر رو میاره و چطور ما میتونیم که جلوگیری بکنیم تا افراد از اعتیاد به مواد مخدر به نحوه بتوانند خودشان را حفظ بکنند در این قسمت برنامه هم دکتر صاحب خیلی عزیز و گرامی با ما هستند دکتر سایب محمد رفیع نظیر متخصص امراض داخله بسیار خوش دکتر صاحب صحبتتان بخیر صبح شما بخیر صبح بیندایز بخیر امیدوار سلامت جور سر حال باشه سلامت باشین ما هم خوشحال هستیم از حضور شما در برنامه صبح زندگی دکتر صاحب ابتدا قبل از اینکه در مورد اعتیاد به مواد مخدر بر ما معلومات بدین بر ما بگویید که مواد مخدر چی است خوب مواد مخدر این درست است که ما بعض مواد های مخدر را میشناسیم با مورد نام های مختلف ولی اصل موضوع گپ دیگه است. که بعض فاکتورها و بعض ساختمانهای کیمیایی داخل در در ساختار خود مواد مخدر است که اینا به یک نحوی بالای فعالیت های دماقی و بالای روان انسان یک تاثیر مثبت و یا منفی را میگذارند بعد از اینکه جذب میشن هر مواد خصوصیات خود داره مثلا اگر ما از کوکائین یادآوری کنیم او علایده خصوصیات داره از میتامفیتامین امفیتامین مثل تابلت کاو یعنی مسائل و مری و تمام از اینها خصوصیات خود دارن مواد های مخدر متفاوت هستند ولی یک مسئله هست که اه 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 یک مشکل ای است که یک شخص اگر یک شکل از اینا را استفاده کرده باشه همیشه اشتیاق داره که ای پیش بره یا اشکال دیگه که ضرورت میشه که اینا پیش برن به خاطر که تا یک وقت اینا فعالیت میکنن بله, بله. در دماغ بعض آخذه های وجود داره به نام دلتا فوز بی. بله. تقریبا دو بالای از این تحقیق صورت گرفته که بالاخره ثابت ساختن که مواد مخدر توسط امی آخذه جذب میشه و امینا هستند که بعضی از فعالیت های دماغی را به شکل مثبت و یا منفی تغییر میتن که شخص احساس خوشی، مزرعت، احساس آرامش از درد و این مسائل بکنه که خود از این نشاندهنده فعالیت های و تاثیرات مواد مخدر بالای دماغ است که اصلا مواد کیمیاوی فکر یک دوای دیگه مثلا پرستمول شما پرستمول میخورین این این ای مسئله است ولی یک چیز باید من در پلی ایتیاد به مواد مخدر هم یادآوری بکنم که ایتیاد هم به دو شکل هست. یکی است یکی احتیاط هایی های هست که در اینا یک مواد کیمیاوی و یا یک دوا و یا یک مواد مخدر دخیل است و یکی ایتیاد های است که هیچ کدام از اینا دخیل نیست بلکه بعض فعالیت های شخصی و اجتماعی دخیل است مثلا شاپینگ ادیکشن آها یا احتیاط به خریداری یک کس است یا یعنی نمیتونه که نره بازار یک چیز نخره یک ذره پول خرچ نکنه آرام نمیشه بله درست است مثلا گیمینگ دیزاردر یا گیمینگ ادیکشن یا گیم دیزیز کاملا در کتاب های جدید داخله درد شده در, داخل در داخلی حساب درد شده بح. و واقعا من حیث یک مرض بسیار خطرناک تو از اعتیاد دوایی هم که گرفتن خطرناک تر است بخاطر خاطر که تاثیرات منفی ازی که بالای اطفال یعنی در همه سنین مبتلا می و یه چیز مثلا قمار مم. قمار خودش یک اعتیاد است یک یک مرض است نه این ای دو نوع اعتیاد های است مالی مگر ما در خصوص اعتیاد ها با مواد شیمیایی صحبت کنیم در ساختار م... در ساختار مواد مخدر مواد های شیمیایی هستند که خود از این روان روانگردان هستند شخص کم حالش بهتر می کم خوبتر می سازند کم آرامش احساس می کم غم هایش کم میشه کم مشکلات خود فراموش می و ای هست می که می حس خوبی که بعد بسیار دیر بر بیا که بکنم و آیستا آیستا به ایتیاد بسیار جد مرگبار بر اون شخص تبدیل میشه واقعا دکتر صاحب میخوایم از اینجا شما بر ما معلومات بتین که چه زمانی یک فرد به مواد مخدر کاملا معتاد میشه و ایتیاد پیدا میکنه به دلیل از اینکه یک تعداد از افراد زمانی که از مواد مخدر برای اولین بار استفاده میکنن یا چند بار استفاده میکنن میگن که ما کمتر استفاده میکنیم و کمتر استفاده کردن اصلا باعث اعتیاد نمیشه این موضوع تا چی اندازه صحت داره ببینین اه, کل چیز ارتباط به این میگیره که ما اکسپوژر داریم یا نداریم یعنی چقدر استفاده میکنه این رب نداره چقدر دیر استفاده میکنه این مهم است بله, بله با چقدر مدت استفاده میکنه با چند چندین بار استفاده میکنه درست است که یک کس با دوست خود میشینه یک کم از مواد مخدر با دوست خود استفاده میکنه باشین که دوست خفه خفانجا یک کپ دیگه ولی اینمی کم 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 دماغش کاملا متکی به این وضعیت میسازه <applause> اصلا اگر یک روز استفاده نکنه بازی از کنترل بیرون میشه نمیتونه که مو خودم فعالیت های خود است کنترل بتونه کرده اما امور روان خود کنترل کرده نمیشه ایتیاد به هر مقداری که هست ایتیاد است ام. ولی بسیاری جای جای تاسفی است رسان جان که شخص موتاد تا بسیاری بسیار وقت طولانی خودش نمیفهمه که ما موتاد شدیم خودش حس نمیکنه که ما موتاد هستم چه زمان باز حس میکنه که معتاد وقت وقت حس میکنه که من معتاد هستم که یک مدت طولانی از این دوای خود دور باشه بله درست است و خودش سونه تغییراتی که در وجودش به ایدا میشه را ببینه و حس کنه که یعنی ما چه تغییرات منفی در وجود من مثلا وزن باخته مثلا در اجتماع چقدر عقب مانده مثلا با مردم چقدر برخورد خراب کرده یعنی گپ های منفی در, در کل از نظر اجتماعی از نظر فردی از نظر خانوادگی وقتی که رخ میده بعد از او بازی آدم میفهمه و گاهه ها حتی همین شخص هم قبول نمیکنه که من متاد هستم نمیگه من دفعه استفاده میکنم نیستم بله بسیاری ها رو دیدیم که گفتن ما هیچ متاد نیست ما علائم مکمل در وجودش بحر. دیده شده بسیار خوب دکتر صاحب در مورد علائم احتیاط هم بر ما معلومات بدین یک فرد که مطاد به مواد مخدر هست اگر از این ماده یک کم دور باشه کدام نشانه ها در وجودش دیده میشه ببینین فل حال ما و شما کاملا نرمال هستیم صحبت میتونیم کرده با هم سلوک خوب میتونیم با هم میخندیم به یکدیگر میبینیم خوش میشیم نه این یه های که بدون اعتکا به یک مواد مخدر است <applause> کاملا ولی کسی که به مواد مخدر رو میاره اینمی مسائل اینمی ارتباطات ازی ای مستقیما اتکا میکنه به استفاده مواد مخدر دقیقا. وقتی مواد مخدر نباشه این نمیتونه کرده کاملا ناتوان کاملا ناتوان میشه در تمام روابط خود و در رو... یعنی یک ثبات روانی و یک حاکمیت بالای روان خود او از دست میده دقیقاً و نمیتونه که دیگه او یک شخص نرمال باشه وقتی مواد مخدرش نباشه هیچ چیزی نیست به طور مثال یکی رو من تابلت که استفاده میکرد با بی بسیار زیاد گفتمش که نکو استفاده و بسیار در حال رشد بود بسیار کوشش میرفت یعنی در شما بسیار رشد کرده بود مم. دوستا بیشتر شده بود در وظیفه خود بسیار پیشرفت کرده بود ولی یک وقت شد که این دیگه تابلت کا برش دستیاب نشد و او چیز اصلی برش پیدا نشد او چیزی که اول خود تابلت کا در هم جور میشد اینکه در بعض مواد را گت میکنن کوکائین همراه سلدنافیل گت میکنن و بنا مثل تابلت کا دایار میکنن مختلف گپاز گوم کو دیت احتیاط بسیار گپ خراب خرابم داره خوب خوبم داره خوب صورت این شخص بالاخره به با یک وضعیت تبدیل شد که کاملا یک مریض روانی شد و بسیار به مشکل تانستیم که تا دو سالی را پس دوباره به پای استاد کنیم تا دو سال دوباره تانستیم که روان از یک نسبتا یک ثبات قلیل بر روان ازی ما پیدا بکنیم که با ها و با سایکوتراپی ها و نه یعنی فکر کنیم که روزانه یک ساعت تنها خودم چه گفت میزنم بله, بله. و هر اصلا زندگی بدش آمده بود هیچ حس خوشی نداشت هیچ از هیچ چیز لذت نمی برد حتی از غذا لذت نمی برد از دیدن دوستای خود لذت نمیبرد هیچ جای جای نمی همه جایی برش تنگی میکرد کرد این یک مثال واضحی است که دیدیم ولی کتابی هم این هم یک مساله را گفتن دقیقا. کاملا روان انسان اعتکا به یک مواد مخدر میکنه و بدون از مواد مخدر شخص به هیچ وجه نرمال نیست دقیقاً بنان چه خوب است که همه ما بیایم به صورت حقیقی کوشش بکنیم خوش باشیم به صورت حقیقی تلاش بکنیم که حس مثبت نسبت به زندگی داشته باشیم و حس پیشرفت را هم در زندگی خود تجربه بکنیم بنا بر اینکه ما اگر به مواد مخدر اعتکا بکنیم و خوشی چند لحظه‌ای را بر خود ما برمغان بیاریم عواقب خیلی بدتر در آینده بر ما ایجاد خواهد کرد خیلی کوتاه هم دکتر صاحب می‌خوایم از شما بشنویم که چطور ما میتونیم از مواد مخدر دور باشیم Okay. چند گپ بسیار عمده در این مورد دارم خب روسمجان در قدم اول اگر کدام دوست ما میخواد که مواد مخدر را ترک کنه پیش از ترک کردن مواد مخدر باید دوستاش ترک کنه به خاطر که بیشترین واقعات اتکا و مبتلا شدن به مواد مخدر و اعتیاد از ای از, از همنشین خراب بوده <applause> اول همنشین خراب تا وقتی که اونمو همنشین دور نساز از خود یا اینکه که او همنشین هم قانع نسازه بلداره. ما شما دوست هستیم ولی بدون این چیز بله بله بیاین که رای حل خدا پیدا کنیم و نکته بعدی نجات خدا پیدا کنیم این یک نکته عطف در قسمت اعتیاد است که ما تا وقتی که نشینه دور نکنیم نمیشه دو مسئله یک عزم قاطع داشته باشه شخص که ما میخوایم میده ترک کنم با هر حال که بالای ما آمد ممکن یک ما خوب نباشم ولی باز از یک ما زندگی ما گل گلزار است همه چیز خوب میشه درست شاید باید بپذیره که من یک مدت مشکلات را سپری میکنم ولی یک مسئله ناممکن نیست مشکل است ناممکن نیست بسیار خوب و تر کردن و آخرین مسئله که اگر بسیار زیاد احتیاط سیفیر هسته شفاخانه ها و مراکز خیلی همیشه بالایشان افتخار کردیم در خدمت مردم سلامت, سلامت باشین دکتر سر وقت خوش برتان می وقفه تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سبسکرایب کنین